بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما بزرگواران. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است، 27 از ماه جون. در روزهای چهارشنبه در خدمت شما میپردازیم به خواندن بعضی از بخشهای کتاب مستطاب شاهنامه حکیم فردوسی. خدمت شما عرض کنم این کتاب شاهنامه به مثابه یک سیر و سفری است که این استاد دست ما رو گرفته و بدون سیر و سفر میبرد به دنیای ماقبل تاریخ، دنیای پهلوانان و اساطیر، در اونجایی که همه چیز بزرگ و عظیم است، بسیار بزرگتر از اونچه در حیطه تجارب روزمره ما میگذرد. در اونجاست که در واقع فطرت انسانی و گوهر انسانی مورد در واقع آزمون‌های بزرگ قرار می‌گیره. تمام این صفات انسانی که ما می‌شناسیم، اینها در فراز و فرود داستان‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرن. داستان نیکی و بدی این تم کتاب هست در واقع، و دادگری و بزرگواری و دلاوری، اینها در واقع پایه‌های اصلی کتاب هستند. و اونچنان نیست که همواره بزرگواران و نیکان پیروزمند بیرون بیان، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. در واقع عرض کنم که این حماسه بزرگ بر یک بستری از تراژدی حرکت میکنه، اما اینقدر هست که در واقع با ناکامی نیکان یک میل شدید به نیکی در دل ما زنده میکنه، با در واقع مرگ شجاعان یک میل شدیدی به دلاوری در دل ما زنده میکنه. چنان نیست مانند داستانهای از کنند که از اون سوی دجله و فرات که یک کسی بیاد نمیدونم با عصاش بزنه به قوزک یک آدم زندن چند هزار متری و اون رو بکشه و یک پدیده موهومی هم یار و یاور او باشه و از اینجور داستان ها، و سرانجام استبداد برنده بشود، یعنی همون استبداد موهوم. نمیدونم چیه موهوم، چنین نیست. بنابراین بعد از خواندن کتاب عرض کنم که در ذهن خواننده اونچه جایینشی میشود و میل و شوق و ذوق او رو برمیانگیزد، میل به دادگری و دلاوری و بزرگواری و فتوت، همه اینها رو فردوسی به یک وجه خیلی خیلی شگفت‌انگیزی در این عرض میکنم که داستانها و نتایج اونها برای ما بررسی میکنه. و در اونجا هستن بدگوهران و کسانی که در واقع میتوانیم بگوییم که اندکی فرومایند، اما این فرومایگی از یک حدی پایین نمیافته، به هیچ وجه نبوجود. یک بستری از بزرگواری در همه این داستانها هست، چنان که گویی میخواهد یک انسان متعالی در واقع معرفی بکنه. و هرگز در طول کتاب ما بحث مجرد ما نداریم در باب فرض کنید که شجاعت چیست، دلیری چیست، جوانمردی چیست، اینها نیست. اینها بحثش مربوط است به جاهای دیگر، و چنانچه کتاب مصروف این مطالب میشد، از درشتناکی و ملموس بودن حماسه به دور میافتاد. این داستان عرض میکنم جنگ مازندران که خدمتتون میخونم یک آزمون بزرگی است از قوت جسم و روح که رستم قهرمان اون هست. حالا یک تفسیرهای عرفانی هم برای شاهنامه گذاشتن که به هیچ وجه من الوجوه مخلص این حرفا رو قبول ندارم، چون این داستان جوکیگری و عرفانبازی و اینها اصلا جایی نداره در این کتاب، جایی نداره. دیدم یک مرد محترمی نوشته از شاهنامه تو سرچشمه عرفان، این اساسا تخریب شاهنامه است، مطلقا تخریب شاهنامه است، همچین چیزی نیست، داستان چیز دیگر است. خب در اینجا مازندران یک جای دور از دسترس ورای کوههای سر به فلک کشیده و جنگل‌های انبوه و هولناک جایی بوده است، جز ایران زمین، جز ایران هم نبود.
این است که کاووس کی نقشه می کشد که عرض شود که بر اثر قنای اون کسی که سرود مازندران رو خوند هوس گرفتن مازندران رسد. حالا این که عرض کردم فرومایگی، این مملکت ما و ذهنیت ما وقتی که ما به زمان قاجارها رسیدیم عرب زده و ترک زده و مغول زده و دروغ زده، دروغ دروغ آقا دروغ، از بن دینمان دروغ، داستانها همه دروغ. ما مردمی شدیم که در واقع جهان را در چند دروغ خلاصه کردیم. یعنی از این جهان پهناور و این همه دلاوران در سرتاسر گیتی و این همه شهدای راه آزادی، این حسین حق همه شهدا رو خورد، این علی حق همه متفکران عالم رو خورد. چون که ما فکر نکردیم که جاهای دیگر هم متفکری هست. آقا بریم نگاه بکنی اون چه خرد بود ما به علی نسبت دادیم، در حالی که وقتی نگاه بکنی بکنی چون مرد خوبی بوده، مؤمن بوده، آقا مؤمن بوده، آدم شجاعی بوده، اما عقل درستی نداشتی در کارش. اینها در واقع تخریب فرهنگ هست، اینها ایجاد تنگ نظری هست. آقا این همه شهرهای بزرگ نگاه کنید در هر سرزمینی چه مایه دلاوران در راه اندیشه های نیک جان باختن. ما همش خلاصه کردیم در حسین که حالا انگیزه حسین چی بوده که بره قدرت رو از اینکه دیبیره بده به خودش. این هم شد انگیزه، انگیزه شهید. یه مش بچه رو برداش رفته به کشتن داده اونجا که بره قدرت از یزید بگیره خودش شاهی کنه. اینم انگیزه این شهید ما. اون مولا علی علیه السلام هم که کرم الله وجهه اصلا حالیش نبود، آقا جان انسانی ها براش ارزشی نداشت که، دین براش مهم بود. حالا 100,000 نفرم کشته بشن اشکالی نداشت، در جنگ همین جمل 30,000 نفری رو به کشتن داده و حق هم با طرف مقابل میگفتن آقا تو عثمان قاتلان عثمان رو نشستی باشون یخنی میخوری، هیچ کدوم اینا رو محاکمه نکرد. محمد ابن ابوبکر اون 2-3 نفری گرفتن خلیفه رو کشتن و اینا شوق میداد. یه دم بلند شدن که آقا داستان تو چیست و جنگ و اینها. بعد که آمده از کنار بصره رد بشه و اینا زنها گریه میکردن، خب البته کشته دادن گریه میکردن اینا، خفه کنید این زنها را. این است که ذهن ما را حقیر و کوچک کردن. داستان فرومایگی فرومایگان را برای ما داستانهای بزرگ کردن. خب اجازه بدید برویم اونجایی که زال آمد و وقتی خردمندان و پهلوانان ایران دیدن با این مرد خودکامه نمیتوانند در واقع استدلال بکنن. کاووس کی پادشاه بسیار محتشمی است اما بسیار خودکامه است، بسیار خودکامه است، درست نماینده یا نماد یک پادشاه بزرگ اما بسیار مستبد و خودکامه است و زود خشم، بسیار زود خشم این کاووس کی. رفتن زال رو بردن، زال که در واقع نماد خرد هست، از سیستان آوردن. حالا زال وارد میشه و با کاووس کی صحبت میکنه و او رو میخواد که در واقع برحذر بکنه از جنگ مازندران. بله خب زال چنین گفت مر شاه را زال زر، که نوشه بودی شاه و پیروزگر، همه شاد و روشن به بخت تو اند، برافراخته سر به تخت تو اند. از اون پس یکی داستان کرد یاد، سخنهای شایسته را درگشاد. چون این گفت که ای پادشاه جهان، سزاوار تختی و تاج مهان، ز تو پیشتر پادشاه بودند، که این راه هرگز نپیمودند، که بر سر مرا روز چندی گذشت،
سپهر از بر خاک چندی بگشت، منوچهر شد زین جهان فراخ. از او ماند ایدر بسی گنج و کاخ، بله همان زو و با نوذر و کیقوباد، چه مایه بزرگان که داریم یاد. ابا لشکر گشن و گرز گران، نکردند آهنگ مازندران. این زو در واقع لقب پادشاهان بوده، پیش از نامشان بوده، مثل زو تحماس. خب میگوید که این همه پادشاهان بودن با اون همه گنج های گران و سپاه و عدت و عدت، به قول قدیمی ها، اما هیچ کدام یاد مازندران نکردن، کاری به مازندران نداشتن، که اون خانه دیو افسونگر است، طلسم است و از بند جادو در است. مران را به شمشیر نتوان گرفت، مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست. به گنج و به دانش نیاید به دست یعنی با تدبیر سپاهیگری و مخارج سنگین سپاه نمیتوان اونجا رو به دست آورد. همان را به نیرنگ نتوان گشاد، مده رنج و گنج و درم را به باد. همایون ندارد کس اونجا شدن، و زیدر کنون رای رفتن زدن. سپه را بر اون سو نباید کشید، ز شاهان کس این رای هرگز ندید. اینا در واقع نصایح گران مایه زال هست، زال زر دستان سام. گر این نامداران ترا کهترن، چون این بنده دادگر داورن. تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار، که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. یاد این پهلوانانی که به تو ارادت میبرزن میبری به کشتن میدی، و درختی که تو میکاری میوهش جز لعنت و نفرین نخواهد بود. این کار رو نکن. چون این پاسخ آورد کاووس باز، که از اندیشه تو نیم بی نیاز. خب اینجا احترام کرده به ذات ما، از خرد تو بی نیاز نیستیم، ما همواره نیازمند اندیشه و خرد تو هستیم. ولیکن من از آفریدون و جم، فزونم به مردی و فر و درم. همان از منوچهر و از کیقوباد، که مازندران را نکردند یاد. سپاه و دل و گنجم افزونتر است، جهان زیر شمشیر تیزندر است. من از همه حشمتم بیشتره، مال و ثروتم افزونتره و جهان زیر شمشیر تیزندر است، یعنی عالم وجود زیر شمشیر تیز من هست، در دسترس گرفتن من هست. چو بر دانشی شد گشاد جهان، به آهن چه داریم گیتی نهان. شبمشان یکا یک به راه آورم، گرائین شمشیر و کاه آورم. اگر کس نمانم به مازندران، وگر برنهم باج و ساو گران. چنان زار و خارن بر چشم من، چه جادو چه دیوان و انجمن. به گوش تا آید خود این آگهی، که از ایشان شود روی گیتی تهی یا تهی. گفت خبرش به گوشت میرسه زال، خواهی دید که من اینا رو چگونه تسلیم خواهم کرد و اونجا رو خواهم گرفت. تو با رستم ایدر جهاندار باش، نگهبان ایران و بیدار با. جهان آفریننده یار من است، سر نر دیوان شکار من است. گریدون که یارم نباشی به جنگ، مفرمای را ما را به دین در
درنگ. میگه زال، اگر که تو نظر به جنگ نداری و کمک ما نمی کنی، ما را از رفتن با نسایت باز مدار، چون من آهنگ مازندران دارم و باید اونجا رو بگیرم. خیلی خوب. چو از شاه بشنید زالین سخن، ندیدیچ پیدا سرش راز بن. بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. اگر داد فرمان دهی گر ستم، به رأی تو باید زدن گام و دم. گر یعنی یا فرمان شماست، شما پادشاه هستید و هر صورت ما به فرمان تو گام میزنیم، به فرمان تو نفس میکشیم. بنابراین ما فقط در واقع نصیحتی کردیم و تمام شد. از اندیشه دل را بپرداختم، سخن اون چه دانستم انداختم. بحبه این انداختن سخن هم منسوخ شده متاسفانه، خیلی زیباست. مولانا می فرماید ما گرفتیم اون چه تو انداختی، سخن اون چه دانستم انداختم. خیلی خیلی این واژگان زیبا و محکم پارسی بوده است که امروز متاسفانه استفاده نمیشه. از اندیشه دل را بپرداختم، سخن اون چه دانستم انداختم. نه مرگ از تن خیش بتوان سپوخت، نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت. بپرهیز هم کس نجست از نیاز، جهانجوی از این سه نیابد جواز. همیشه جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که من پند منایت یاد. پشیمان مبادی ذکردار خیش، به تو باد روشن دل و دین و کیش. ببخشید تو اصلا فراموش کن حرف منو، امیدوارم که تو موفق و مؤید و پیروز باشی. سبک شاه را زال پدرود کرد، دل از رفتن او پر از دود کرد. بله، به سرعت خداحافظی کرد قید سبک. در واقع اون نقطه پایانیست برای اون پیش درآمد. سبک یعنی تمام شد اون سخنها و پدرود خیلی خیلی سریع خداحافظی کرد با زال. برون آمد از بله، یعنی در واقع زال خداحافظی کرد. سبک شاه را زال پدرود کرد، دل از رفتن او پر از دود کرد. در حالی که با آه و افسوس از دربار بیرون می‌رفت، با شاه خداحافظی کرد و رفت بیرون. برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. برفتند با او بزرگان نیو، چو طوس و چو گودرز و رهام و گیو. از این چند تنی که نام بردیم، طوس از خانواده دیگریست، نوذر نژاد هست، اما گودرز و رهام و گیو یه خانواده هستن. در واقع رهام و گیو فرزندان گودرز هستن. جهانجوی گودرز لشکر شکن، سپاهش ز گودرزیان انجمن. حرکت که می کرد با پسران شرکت. خب بعد گیو با زال صحبت بکنه. به زال اونگهی گفت گیو از خدای، همی خواهم آنک او بود رهنمای. به جایی که کاووس را دسترس نباشد، ندارم مرو را به کس. ز تو دور باد آز و چشم نیاز، مبادا به تو دست دشمن دراز. به هر سو که آییم و اندر شویم، جز از آفرینت سخن نشنویم. پس از کردگار جهان آفرین، به تو دارد امید
ایران زمین. حالا ما از میگویند که آدمی که عرض کنند گفت تا قدر آب چه دانی که در کنار فرات، سعدی فرمود. ما ایرانی از فرط داشتن چیزی نداریم، توجه نمی کنیم. این کشورهای اطراف رو نگاه کنید، اینا یه مش کشورهای جعلی مدعی هستن. از همه جعلی تر این آذربایجان. آذربایجان، آقا چه آذربایجان؟ کدوم آذربایجان؟ یه کتابم دوستی فرستادن براتون میخونم، آقا این آذربایجان نیست. چه آذربایجان؟ مسخره کردن خودشون رو و ما رو. یکی پاکستان عزیز که همسال من، قطر و مطر و رده برمستاتر هم شما بهتر میشناسید. اینا اصلا مشکل روت و ریشه دارن، مشکل هویت دارن اینها. هنوز این پاکستان بدبختش هویتشه. یه مش هندیان جمع شدن اونجا میخوان اسلام رو بکنن هویت، به گند کشیدن کل این منطقه. بعد اینجا ما در یک نسل، یک نظمی شاهوار فزون از هزار سال پیش سروده شده این کلام رو پیدا میکنیم. من یک بار دیگه این نقل قول رو از گیر خدمت شما میخونم. گیر به زال پس از کردگار جهان آفرین، به تو دارد امید ایران زمین. خیلی مهمه این کلام. گیر حالا که در روزگار خیلی خیلی قدیم میگوید که امید ما بعد از خدا به توست، امید ایران زمین هستیم. امید می‌نوشتن در روزگار قدیم بیشتر با واو. این واو رفته رفته حذف شده. نسل‌های قدیم رو اگر نگاه کنیم، خیلی قدیم، به جای امید، امید. در شاهنامه بیشتر امید هست که این کاتبان عزیز چون فکر کردن این اضافیه، اون رو برش داشتن یک تشدید هم گذاشتن روی میم در واقع. حالا ز بحر گوان رنج برداشتی، چنین راه دشوار بگذاشتی. پس اونگه گرفتندشان در کنار، ره سیستان را براراست کار. پهلوانا آمدن دلجویی کردن ازش و او رو در کنار گرفتن، یعنی بغل گرفتن و بوسیدن و خداحافظی کردن و زال ره سیستان را براراست کار، آماده رفتن به سیستان شد. اجازه بدید که به سلیقه امیر دوست عزیز من در اتاق فرمان یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم. امروز هم صدای آقای کربلایی رو میشنویم در خواندن شاهنامه، البته بعد از خواندن ابیاتی بیشتر. توجه بفرمایید به این موسیقی، ببینیم امیر چه دارد برای ما. با درود بر شما همتان گرامی، صدای خانم الهه رو شنیدیم که صدای خوبی، چه عکس زیبایی بود از استاد شجریان. مولانا میفرماید از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود. از محبت درد شافی می شود و از محبت درد صافی می شود. این جناب سرهنگ عزیز ما زنگ زدن، کلی محبت کردن و ازشون دعوت کردن که تشریف بیارن و صحبت بکنن، که گویا تن زدن. متاسفانه من شما رو می خواستم جناب سرهنگ عزیز، من نمیخواستم کسی دیگه. اون فحاشان رو عرض میکنم، لا تائلگویان و هرزه درایان رو من راه نمیدم به این برنامه. خودتون تشریف میارید، تشریف بیارید، مطالبتون رو بفرمایید به یه کسی مثل خودتان. خب برگردیم سر داستان. از شبت که کاووس کی و جنگ مازندران، چو زاغل سپه بد ز پهلو برفت، دمادم سپه روی بنهاد و تفت. پهلو، پهلو، یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت، یعنی شهر، یعنی شهر. به توس و به گودرز فرمود شاه، کشیدن
سپه سرنهادن به راه، چو شب روز شد شاه و جنگاوران نهادند سر سوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین کلید در گنج و تاج و نگین. خب میلاد کی بود؟ میلاد پدر گرگین اینجا جانشین شده است در واقع بر جای کاووس کی. اینجا که میفرماید کلید در گنج و تاج و نگین، این نگین همون بایستی قاعدتا همون مهر پادشاهی باشه، یعنی اختیار تام به او داد به میلاد و حرکت کرد به سوی مازندران. بدو گفت گر دشمن آید پدید، ترا تیغ کینه بباید کشید. زهر بد به زال و برستم پناه، صورت فعل امره، زهر بد به زال و برستم پناه، که پشت سپاهند و زیبای گاه. آقا مشکل جنگی پیش آمد، بلا فاصله رستم رو خبر کن و زال رو که اینها عرض کنم محترمان هستن و بزرگواران هستن، بله، که پشت سپاهند و زیبای گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. زبان فارسی الزاماً فعل با فاعل مطابقت نمی کنه. هر کس به تماشایی رفتن به صحرای. سعدی بزرگ. خب اینجا می فرماید که بله، دیگر روز به آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدون جاگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دژخیم بود، بدون جاگه پیل را بیم بود. جای خطرناکی که محل دیوان دژخیم بود و بسیار بسیار جای ترسناکی بود. به گسترد زربرف برمیش سار، هوا پرز بوی از می خوشگوار. همون پهلوانان فرخنده پی نشستند بر تخت کاووس کی، همه شب می و مجلس آراستند. به شبگیر کز خواب برخاستند، پراکنده نزدیک شاه آمدند. کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره ز لشکر گزیدن هزار. کسی کو گراید به گرز گران، گشاینده شهر مازندران. هر آن کس که بینی ز پیر و جوان، تنی کن که با او نباشد روان. و از او هرچه آباد بینی بسوز، شب آورد به جایی که باشی به روز. حالا مأموریت داد که اینا چکار بکنن؟ حمله بکنن و آتش بزنن و بسوزانن. متاسفانه. خب اینا قضایی بوده که درسته که ما اینجا با یه میتولوژی سر کار داریم، اما حقیقتا هم این است که قطعا و حتما وقتی پدران آریایی ما از پسر عموهای هندی خود جدا شدن آمدن و شروع کردن به تشکیل دولت دادن، این سرزمین هایی که در اختیار نبود اینها رو گرفتن، به زور هم گرفتن. این است که اینها حتما تو هم با تخریب بوده، حتما تو هم با سوختن بوده. اینها انعکاس یافته است در این داستان. دوست گرامی آقای کربلایی، درود بر شما. درود بر شما جناب مجید، خسته نباشید. حالتون چطوره؟ بر بینندگان محترم و هم میهنان گرامی درود بر شما. تلویزیون پارس. قربان شما. خوب هستین قربان؟ شما رو دعاگو هستم زیاد. خواهش میکنم عزیزم. آقای کربلایی امروز چه داریم قربان؟ امروز والا در مقابل شما هیچ چیز. اختیار داریم، صدای زیبای شما همه چیز هست. خب برای خالی نمودن عریضه که تا
زنده هستم، دلم میخواد که در خدمت شما باشم. مخلص شما تقدیمتون میکنم. خواهش میکنم عزیزم، لطف میکنی در حق من. برادر بفرمایید. خبر شد سوی شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گرون. ز دیوان به پیش اندرش سنج بود، که جان و دلش زان سخن رنج بود. بدو گو شون زد دیو سپید، بدو گو شون نزد دیو سپید، چنان رو که بر چرخ گردندشی. برویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. جهانجوی کابوس شان فریاد رس، نبینی به مازندران زنده کس. چو بشنید پیغام سنج گرف، ابا شام ابا نامه شام پیغام. زنده با آقای کربله، خیلی متشکر. محترم تلویزیون، شما رو پیروز میخواهم عزیزت مزار. درود بر شما، خیلی خیلی متشکر. آقای کربله از لندن چند بیت از داستان مازندران به آواز معمول، در واقع این گونه آواز در تهران در زورخانه ها جای دیگر خونده میشد، هر جای ایران آهنگی برای شاهنامه داشتن و میخواندن. خب اجازه بفرمایید که بریم دنبال مطلب. مأمور کرد که بروید و آتش بزنید و بسوزانید از این صحبت ها. خب متاسفانه اینجا صحبت غارت و کشتن این چیزها هست. بله، میگوید که وزو هر چه آباد بینی بسوز، شب آور به جایی که باشی به روز. یعنی دنیا رو تیره و تار کن، روز رو بر ساکنان مازندران شب کن، شب آور به جایی که باشی به روز. چون این تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر ز دیوان تهی. کمر بست و رفت از بر شاه گیو، ز لشکر گزین کرد گردان نیو. بشد تا در شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرز گران. زن و کودک و مرد با دستوار، نیافت از سر تیغ او زینهار. شروع کردن به کشتن و غارت کردن متاسفانه. بله، همی کرد غارت همی سوخ شهر، بپارود بر جای تریاق زهر. یکی چون بهشت بر این شهر دید، پر از خرمی بر درش بر دید. به هر برزنی بر فزون از هزار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلاه، به چهره به کردار تابنده ما. به هر جا گنجی پراگنده زر، به یک جا دینار سرخ و گوهر. بیاندازه گردندر از چار پای، بهشتیست گفتی همیدون به جا. دید بسیار بسیار
مردم ثروتمند هستند و مازندران بسیار آباد هست. به کابوس بردند از او آگهی، از اون خرمی جاوی و اون فرهی. همی گفت خرم زیاد اون که گفت که مازندران را بهشتیست جفت. همه شهر گویی مگر بتکده است، ز دیبای چین بر گل آزیم زده است. بتان بهشتند گویی درست، به گلنارشان روی رزوان بشست. چو یک هفته بگذشت، ایرانیان ز غارت گشادند یک سر میان. خبر شد سوی شاه مازندران، دلش گشت پردرد و سر شد گران. ز دیوان به پیش اندرون سنجه بود، که جان و تنش زن سخن رنجه بود. پیداست این مازندران یا آدم های پیشرفته تری بودن از ایرانی ها، از شیوه کارشون و سخنانی که گفتند و اینا. پیداست مردمان متمدنی بودن، مدنیتی داشتن، جای آباد داشتن، چون هم آب بود، هم درخت بود، هم سرزمین بود. اینها در این قرون اخیر مازندران رو ملک شاه میگفتن. مثلا در باب رفتن شاه عباس کبیر به مازندران همواره میگوید ملک شخصی پدرشون بود این مازندران، باری به واسطه آبادی که داشت و اینا. خب میگوید که بدو گفت رو نزد دیو سپید، چنان رو که بر چرخ گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران به غارت از ایران سپاهی گران. جهانجوی کاووسشان پیش رو، یکی لشکری جنگ سازان نو. کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی به مازندران زنده کس. چو بشنی پیغام سنجه نهفت، بر دیو پیغام شه باز گفت. چون این پاسخش داد دیو سفید، که از روزگاران مشو نامی. بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پی اوز مازندران. شب آمد یکی عبر شد با سپاه، جهان کرد چون روی جنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. دریای قار، اینجا قار در واقع قیر منظور است، جهان سیاه شد. یکی خیمه زد بر سر و دود و قیر، سیاه شد جهان چشم ها خیر خیر. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. ز لشکر دو بهره شده تیره چشم، سر نامداران از او پر ز خشم. از ایشان فراوان تبه کرد نیز، نبود از بد بخت ماننده چیز. چو تاریک شد چشم کاووس شاه، بد آمد ذکردار او بر سپاه. همه گنج تاراج و لشکر اسیر، جوان دولت و بخت برگشت پیر. حالا اینجا شده یه غلطی در چاپ باشه. همه داستان یاد باید گره، که خیره نماید شگفت از شگفت. سپهباد چنین گفت چون دید رنج، که دستور بیدار بهتر ز گنج. وقتی که چشاش تیره شد و کور شد و گرفتار شدن اینا، گفت ای داد بیدار، که دستور بیدار بهتر ز گنج. یعنی یک مشاور دانا بهتر از همه گنج ها. اشاره داره میکنه به نصیحتی که زال بود که آقا نرو، حالا که گرفتار شده یادش آمده. از اینجور داستان ها زیاد داریم در تاریخ. یکی از این برامکه یحیی یا خالد به این تشکیلات عباسیان میگوید که اگر عدالت در خراسان برقرار نکنید و این ستمکاران رو بر اونجا بگمارید، روزی خواهد شد که در اونجا قوغا خواهد شد علیه شما و قیام خواهد شد و شما مجبور هست یه روزی به نفس خیش بروی به خراسان. کشتند و زدند و سر بریدند خانواده برمکیان رو. همواره اینا به ما در واقع ترفند زدند، به ایرانیان خیلی خیانت کردند این خلفا. روزی که هارون با احوال بیمارگونه سوار شده بود، گفت دریغا برمکی که به من گفت
که یک روز چنین خواهد شد و تو به تن خیش باید به خراسان بروی، که در همون سفرم هم فوت شد و در همین جایی که حضرت رضا هست، در واقع اینجا گور هارون بوده، به افتخار امام هشتم مأمون این امام رو کنار پدرش خلیفه اسلام، خلیفه بزرگ اسلام بخوا کرد که احترام به او گذاشته باشه. حالا به هر صورت گور هارون تحت شعاع حضرت سامن الائمه زامن آهو شده، ولی به هر صورت اینجا هم همه حالت در واقع که دستور بیدار بهتر زگنج. حالا یادش اومد به سختی چه یک هفته اندر کشید، به دیده ز ایرانیان کس ندید، به هشتم بغرید دیو سفید که ای شاه بیبر به کردار بیده، همی برتری را بیا راستی چراگاه مازندران خواستی. که ای شاه بیبر به کردار بید، ای کسی که هیچی از تو حاصل نیست مانند درخت بید، توهین داره میکنه به کاووس. همی برتری را بیا راستی چراگاه مازندران خواستی، همه نیروی خیش چون پیل مست بدیدی و کس را ندادی تو دست، چو با تاج و با تخت نشکیفتی خرد را بدین گونه بفریفتی، کنون اون چه اندر خور کار توست دلت یافت اون آرزوها که جز از اون نر دیوانه خنجر گذار گزین کرد جنگی 10,200. خیلی خوب، حالا در باب این گذار که به زه هست یا به زال واسه صحبت کنیم، معمولا به زال میزمی نیستن و این غلطه، واسه به زه باشه خنجر گذار نه به زال، چون این خطا هست که یعنی گذراننده، بدین در این به زال می نویسن، خنجر گذار واسه به زه باشه گمان میکنم. خب امین این علامت یعنی تمام شد و ما هم کتاب مستطاب رو می‌بندیم. اون چه خوندرم شاهنامه است که از روی چاپ رو مصروع به چاپ رسیده و البته از هفت خطا خالی نیست، اما از چاپ‌های دیگر صحیح‌تر است. در اینجا خطاهای ساختار شکن که یک مرتبه بخش عظیم از اندیشه فردوسی رو به هم می‌ریزه پیدا نمی‌کنیم، مثل این اصیح جدید که بگوید که نخستین فطرت پسینت شمار، میگم آقا شمار یعنی روز قیامت، آقا در سرتاسر ادبیات این مملکت شو بیاری ببینی کجا شمار یعنی روز قیامت، این دستگاه تکنیش که معلومه. باری بگذاریم، این داستان درازی است. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان گرامی، از امیر سپاسگزارم، از شما هموطنان در هر جا که هستید میدانم که بی اندازه محبت دارید به این برنامه، از شما سپاسگزارم. هم بزنم به گوش من میرسد از دور و نزدیک ایران، از شمال تا جنوب، این سو و اون سو کسان میآیند حامل نامه های محبت آمیز و من در واقع زنده به این بزرگواری شما هستم. تا برنامه دیگر درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.